بر شما همراهان کانال شب رو. داستان امروز ما داستانی است با عنوان لاکسوما که در اون زن خیانتکاری در خانهش در حق همسرش بسی کارها کرد. قبل از اینکه بریم ببینیم تو این خونه چه خبره، ممنون میشم که ما رو لایک کنین و دکمه سابسکرایب و زنگوله رو حتما فشار بدین تا قبل از همه از جدیدترین داستانهای ما با خبر بشین. به نام خدا. آسیابانی بود که با همسرش در روستایی سرسبز و زیبا زندگی میکردن. صبح زود با صدای قوقولی خروس از خواب بلند میشد و به طرف آسیاب به راه میافتاد. او سعی میکرد بهترین آرتها را به دست مشتریهایش بدهد. هیچ کس از آرتهای او ناراضی نبود جز زنش که همیشه نانهای خمیر و بیکیفیت و سوخته را جلوی شوهرش میگذاشت. تا مرد اعتراض میکرد میگفت مقصر من نیستم، آرد تو بد است. و خلاصه اینکه زن هیچ غذای خوبی برای شوهر که از صبح تا غروب مشغول زحمت بود درست نمیکرد و علتش هم این بود که زن معشوقه‌ای داشت و با رفتن مرد او به خانه زن میآمد. زن نانهای خوب و غذاهای خوب را به معشوقش میداد و به شوهرش پسمانده های غذا را. تنها دلخوشی مرد خواهرش بود که در روستای دیگری زندگی میکرد. آسیابان گهگاهی به او سر میزد و درد دل مینمود. ولی زن از این موضوع هم ناراحت بود که مبادا سر از کارش در بیاورد. به همین خاطر تصمیم گرفت خواهر شوهرش رو از بین ببرد. روز بعد که آسیابان از غذای زن شکایت کرد، زن گفت مقصر خواهرت است که دوست ندارد غذای من خوب بشود و میخواهد رابطه من و تو را خراب کند. مرد که انتظار چنین حرفی رو نداشت با تعجب پرسید چرا؟ خواهرم که اینجا نیست، در روستای دیگری زندگی می کند و همیشه آرزو می کند که زندگی ما خوب باشد. زن گفت همه اینها دروغ از مرد، اون از همون اولم نمی خواست ما زندگی خوبی داشته باشیم. اون همیشه توی خونش دعا می کنه و جادو می کنه که غذاها و نونای من بد بشه و منو پیش تو بدنام کنه. اگه خواهرت نباشه غذاهای من بهترین غذاها خواهد بود. اون برکت رو از غذاهای ما برده. آسیابان گفت خب میگی چه کار کنم؟ زن گفت برو و خواهرت را بکش. مرد گفت معلوم است چه میگویی؟ من بروم خواهرم را بکشم؟ من به جزو کسی را ندارم. ولی زن همچنان اصرار داشت که اگر او زنده باشد ما روز خوش نداریم و اونقدر گفت که آسیابان را خام حرفای بی اساسش کرد. فردای آن روز مرد به سمت روستای خواهرش به راه افتاد در حالی که بسیار عصبانی بود. وقتی به خانه خواهر رسید، خواهرش مثل همیشه با روی باز از او استقبال کرد و علت عصبانیتش را پرسید. ولی آسیابان مثل همیشه نبود و با عصبانیت گفت من دیگر گول حرفهای تو را نمیخورم. تو قصد داری زندگی ما را خراب کنی، برکت زندگی ما را برده ای. چاره ای ندارم جز این که بکشمت تا زندگیم را از نابودی نجات بدهم. خواهر بیچاره که میدونست اوضاع از چه قراره گفت باشه، اگه با کشتن من زندگی تو سر و سامون میگیره من حرفی ندارم، فقط یه مهلت به من بده که برای آخرین بار غذایی درست کنم و با هم بخوریم. آسیابان گفت باشه، فقط زودتر که خیلی کار دارم. خواهر شمعی رو روشن کرد زیر دودکش خانه و قابلمه غذاش رو هم برد بالای پشت بوم و روی دودکش گذاشت. آسیابان با تعجب و عصبانیت پرسید آخه چه کار داری میکنی؟ با این کاری که تو کردی هیچ غذایی پخته نمیشه، فقط میخوای وقت منو بگیری. خواهر با خون سردی گفت چطور ممکنه با اینکه از شما دورم و هیچ رفت و آمدی با شما ندارم برکت زندگی و غذای شما رو ببرم، ولی از فاصله 2 متری حرارت این شمع به قابلمه نرسه؟ پس تو هم صبر کن، اگر غذای من با این فاصله آماده شد منم آماده کشته شدن هستم. در غیر این صورت شخص دیگری باعث از هم پاشیدگی زندگی توست برادر. آسیابان کمی فکر کرد و با خودش گفت چقدر من نادان بودم که حرفهای بی پایه و اساس زنم را قبول کردم. از خواهرش خواست کمکش کنه که مشکلش حل بشه. خواهرش هم گفت من وسیله‌ای دارم که با این امیدوارم مشکلت حل شود. اسمش لاکسوماست. با گفتن لاکسوما او شروع به رقصیدن می کند و برای ایستادنش باید بهش بگویی نولاک. تو این رو ببر و طرز رقصیدنش را به زنت بگو و رمز ایستادنش را نه. آسیابان برگشت به خانه خودش و زن از او پرسید چی شد؟
تونستی خواهرت رو بکشی یا نه؟ و او جواب داد نه نتوانستم، آخه مگه من تو این دنیا کیو غیر از اون دارم؟ ولی خواهرم بهت سلام رسوند و یه سوغاتی هم برات فرستاد. زن که انتظار چنین چیزی رو نداشت گفت خب بیار ببینم چیه. مرد سوغاتی رو به زنش نشون داد و با گفتن لاکسوما لاک شروع به رقصیدن کرد که مرد یواشکی به او گفت نو لاک و لاک وایساد و زن متوجه این حرف نشد. روز بعد آسیابان به سمت آسیاب رفت و زن هم در خانه که باز مثل همیشه با رفتن شوهرش معشوقه پیش زن آمد و زن ماجرای لاکسوما را برایش تعریف کرد و به او نشان داد. زن گفت لاکسوما و لاک شروع کرد به رقصیدن. حالا نرقص و کی برقص. نمیدونستن چیکار کنن که از حرکت نگهش دارن. زن رفت جلو که نگهش داره ولی به لاک چسبید. مرد معشوقم رفت زن رو نجات بده، اونم چسبید. زن که آبروش تو خطر دید شروع کرد به سر و صدا کردن و کمک خواستن که قبل از اینکه شوهرش بیاد از این معرکه خلاص بشه. درویشی از کوچه رد میشد که با صدای کمک کمک اومد کمک کنه که اونم چسبید. گندمای درویش همه توی خونه پخش شد و مرغ و خروسا هم فرصت و غنیمت شمردن گندم‌ها رو جمع کنن. اونام چسبیدن. روبا هم اومد مرغ و خروسا رو بخوره، اونم چسبید. خلاصه معرکه‌ای شد که بیا و ببین. در این زبان آسیابان سر رسید. یواشکی گفت نو لاک و لاک وایساد. گفت اینجا چه خبره؟ شماها در خانه من چه می‌کنید؟ روبا گفت گرسنه بودم و اومدم مرغ و خروسا رو بخورم. بهش گفت تو برو. مرغ و خروسا هم گفتن ما گندما رو اومدیم بخوریم. درویش هم گفت منم اومدم گدایی، دیدم تو خونت سر و صدا و کمک میخوان، اومدم کمک کنم که گندمام ریخت و منم چسبیدم. گفت خب شما همتون برید. بعد به اون مرد گفت اینجا چه کار داری؟ مرد حرفی برای گفتن نداشت و به زنش گفت این مرد اینجا چه کار دارد؟ زن سرش رو انداخت پایین و میخواست فرار کنه که آسیابان از قبل فکرشو کرده بود و پاسبانی جلوی در گذاشته بود. به این ترتیب آسیابان قصه ما پی به واقعیت ماجرا بود. خب عزیزان کانال شب رو، برام توی کامنت ها بنویسید شما اگه جای آسیابان بودین با مرد متجاوز چه برخوردی میکردین. ایام به کامتان.